فبهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین المنتجبین. حضرت فرمودند که پس از تنظیم ابعاد وجودی انسان که عبارت باشد از تنظیم بدن و تنظیم روح و تلفیق و تناسب و اتحاد بین روح و بدن، بعد از این کار فرمودند که خدای سبحان طلب ادای دین کرد از ملائکه که اون دینی که به عهدشان است رو ادا کنند و اون عهدی که بهشون وصیت شده است رو انجام بدن. و در این راستا اون آمادگی رو برای آدم نشان بدن. لذا فرمود فقال سبحانه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس تا الى آخر. خیلی نکات دقیق اینجا خوابیده است که معنی ما در کل زندگی نشان ما میده. من یه مقدمه ای دارم، التفات بفرمای. ببینید انسان هرچه روحش ظریف‌تر بشه میتونه بفهمه که اطرافش چه میگذره، هرچه جسمش غلبه کنه خب اون چه جسمانیست در اطرافش حس میکنه، هرچه روحش ظریف بشه توجه روحیش زیاد بشه، طبیعیست که روحانیات عالم رو متوجه میشه. عمده این است که ما متوجه باشیم انسان ارتباطاتی با عالم خارج دارد. انسانی که در حد بدن است ارتباطاتی که در حد بدن است رو حس میکنه. دیدین بعضیا خیلی عجیبن بیچاره ها، خیلی همچی چیز از این بنده خدا که میفهمد که این مقازهه که ازش رد شد نسبت به دیرو این کاشی شکست عوض کرد. شما شاید بگید که خب این نه، در دفتر سوم مثنوی است، انصافا از بهترین قسمت های مثنوی است که من یکی از زمانایی که دلم هیچ وقت دلم نمیخواد مثنوی بگم، اما این دفتر سوم از شاهکارهای مولوی است. داستان اون به اصطلاح اون آقایی که ادعا میکرد من دیگه به حق رسیدم و از اطراف قائلم و اینا، مولوی اینجا خیلی قهرمانی میکنه که بین باطل بودن حق بودن این ادعا را چطوری تشخیص بدیم، چطوری تشخیص بدیم که این نااهل است و این اهل است. میشه که کسی اونچنان محو غیب بشه که خیلی چیزای روزمره براش چیز نباشه که نگاهش کنه؟ یه مقام خیلی خوبیه. ولی
خیلی وقتا دکونه، طرف از خنگی و خرفدی و یا نه حتی علکی میخواد که بگه ما شیخ واصل شده این، میگه شیخ واصل ناشده است این، میگه که مواظب باشید. میشه که انسان اونچنان جنبه روحانیش رو جهت داده باشد که جسمانیات را چیزی نبیند که خیلی توجه بهش بکنه. دنگه اگه یه عارف واصل کوره، هرچه عارف واصل باشه چه آدم عادی میفهمد پیرانه آقا سبز میفهمد که نمی فرشن چوشی عمده از دبن التفات بفرماید که انسان به لطف خدا گاهی اونچنان توجهش به بالا میفته که ارتباطاتی که در عالم بالا بین خودش و اون عالم هست را میشناسد. اهل البیت یکی از عظمتهاشون این است، ارتباطات رو به شکل کامل و جامع میشناسد. خیلی دقیق از مسئله شما بدانید که ارتباط دائمی مطلق بین شماست و جمیع ملائکه. اینجا یعنی جمیع ملائکه به آدم سجده کردن که حالا میگیم معناش چیست. خب این ارتباط دائمی است به عنوان ارتباط مثبت بین انسان و عالم بالا. انسان بالایی است، پس این ارتباط اصلی است. یه ارتباط منفی است بین ما و عالم غیب که همون ارتباط بین ماست و شیطان. این دوتا ارتباط هست، یک کی کاملا این ارتباط رو میشناسد؟ کسی که عصمت کل دارد. دیگه کی؟ کسی که حواسش رو جمع کنه. وای به حال کسی که این ارتباطات رو نشناسه، اصلا نمیشه، اصلا دین ندارد این آدم. کسی که متوجه ارتباط بین ملک و خودش و شیطان و خودش نیست، این هنوز وارد دین نیست. این که میگن شرط دینداری اینست که انسان ایمان داشته باشد به وجود ملائکه. چه دوری ایمان داشته باشد؟ همونجور که به وجود خدا ایمان داره. یعنی ایمان به وجود خدا یعنی یه خدا هست، این ایمانه، یعنی ارتباط بین خودش خدا رو بشناسه، تفسیر کنه، حس کنه. همونطور که ارتباط بین خودش و خدا وقتی محسوس شد اسمش هست ایمان، اون که قبلش هست اصلا تسلیم. قولو اسلم نا، گفت بگو شما قبول تسلیمی پذیرفتن. به نظر من اگه بخوایم اسلم را رو معنی کنیم همین معنیش میشه، پذیرفته. غیر ایمانه چیزی بدی نیست، اما اون چیزی هم نیست که باید باشه. ایمان به خدا کشف یک ارتباط دائمی است بین بنده و خدا. ایمان به ملائکه و ایمان به ایمان شاید لغتی کسی که دین به کار نبرده است، توجه به ملائکه یعنی کشف رابطه های دائمی بین ما و ملائکه. این هم شرطش چیه خودتون بگو. شرط این که ما بفهمیم این ارتباط دائمی توجه هست. آقا این لغت توجه از دست ندید. کتاب بسیار خوب آیت الله حسن حسنزاده آملی به نام انسان در عرف عرفان زحمت کشیدن. ایشون میگن من عموما فقط تمرین توجه کردم. یعنی شما اگه دقت کنید این واقعه هایی که برای ایشون پیش اومده است تو این کتاب ترک کردن مقدارش را و واقعه است دیگه، قشنگ ارتباط هست با عالم غیب. ایشون میگن من تمرین توجه کردم. حالا
که لغت عیناً تو کتاب نیست ولی از لابلای کتاب این کلمه برمیاد. تمرین توجه. شما از این غافل نشید، شما چشم دارید که ببینید، دل دارید که بفهمید. پس یه کار مونده از توجه. موانع توجه را برطرف کردن کار نیست. مثل این است که شما یه سطری که غلط نوشته است پاک کنی. حالا چی نوشتی؟ کاری نکردی. پاک کردن که کار نیست. به قول جناب ملا صدرا می فرماد که دفع رذائل فعل نیست، زمینه است تا فاعل مایشا فاعلیت کنه. چرا اینو من عرض کنم؟ عموما دوستان مثلا گاهی سوال میکنن آقا مثلا به یه استاد رجوع کنیم ما را مثلا ذکر یاد بدید. عزیزان التفات بفرمان، اگه ما با فرهنگ اهل البیت آشنا بشیم، در این که مسلم استاد خیلی خوب است، اینا خودمون استاد خودمون میشیم. یعنی اینا اصل استادیت واقعی هستند که ما خودمون میتونیم بشناسیم، سیر کنیم، کم و زیادمون رو خودمون ادب کنیم خودمون رو. این خود استادی در دستگاه نفس شناسی که من عموماً مثالم از اون میزنم چیزی نیست که شکست خورده باشه. دستگاه هایی که خب نفس شناسی توش مشکل است اینا، خب واقعا بی استاد که اصلا نمیشه. همین دستگاه معرفت و نفس هم اگر استاد گیر بیاد که بسیار بسیار خوبه. ولی این روش روشی نیست که شما حالا فکر کنین نمیتونید خودتون قدم بزنید به جایی برسید. اگه اینجور بود هیچوقت آیت الله حسن زاده آملی حفظه الله تعالی به خودشون جرأت نمیدادن این کتاب انسان در عرف عرفان را بنویسن. ایشون چون میدونن که میشد از این راه خواننده را سیر داد، خب دست به قلم میکنن مینویسن. خب شما ببینین ایشون میفرمان چی میگن؟ آقا من بعد از نماز نشستم توجه کردم، تکانی خوردم، یهو مثلا فلان واقعه برام پیش میاد، جهنم اومد جلو. یعنی این نسبتا سیر خوبی است، کسی جهنم بیاد جلوش و بعد نسوزوندش و متوجه باشیدم که سیر از خیالات اینا که میدونم اونا متوجه دارن چی میگن. هر زمین اینجاست که پس اول اینت متوجه باشید. آقا توجه شما اصلا برای اینکه اینا تمرین کنید، شما نماز که میخواید بخونید به خصوص تو متن نماز توجه رو تمرین کنید. توجه یعنی چه؟ یعنی خب این الفاظ رو میفهمید. شما که بیگانه نیستین از حقیقت این الفاظ، منظورم نه لغات است، معنی لغات ها. یعنی معنی، یعنی قلب میفهمد که مثلا الرحمن الرحیم جاش کجاست. کم و زیاد شما به حمد الله شیعه به خصوص بیگانه نیست از معانی حقیقی معارف دینی. خب یا الرحمن الرحیم رو تا حدی میفهمید، حالا پس باقیش توجه هست. البته انشاءالله زحمت بکشید معرفت زیاد بشه، جای بیشتر الرحمن الرحیم روشن بشه، حالا توجه قوی تر و عمیق تر بشه. خب حالا پس چطوری ما میفهمیم دنیا چه خبر است؟ ارتباط ما با ملائک و ارتباط ما با شیطان برا خودمون چطوری حس بشه؟ با توجه. دیگه اینکه درس و کتاب که نمیشه، که آخه تو کتاب نیست، چون تو معقولم نیست، یعنی مفهومی نیست که شما اگه 30 سال فکر کنید حس کنید. 30 سال که فکر کنید خب قبول میکنید، میپذیرید اول کار است، یعنی پشت در است. پذیرفتن این که خدا هست که ایمان نشد. این اصلا اینا لما یدخل ایمان، میفرماد هنوز ایمان وارد قلب اینا نشده است، چون اینا فقط پذیرفتن. وقت خیف نیست که آدم
20 سال 30 سال نماز بخونه، 20 سال 30 سال مسلمون باشه، وقت نتونه که ایمان بیاره، نتونه حس کنه. خب پس دوباره جمله ما التفات بفرما. ما باید تمرین توجه بکنیم که چی گیر بیاریم؟ ارتباطات مثبت و منفی عالم غیب با خودمون رو حس کنیم. تا اینجا با من اومدی؟ این آخرین نکته من است. پس کسی که بخواد این ارتباطات گیر بیاره باید فرصت توجه کردن داشته باشه. اسمش رو خلوت میخواد بذارید؟ بذارید. اسمش رو چی میخواد بذارید؟ سکوت بذارید، سجود بذارید. شما این احساسی که اهل البیت به نحو عالی دارن، اهل البیت این حرفا رو که میزنن که مثل ما نیست که تو کتاب خونده باشن. پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله آیه رو که تو کتاب نخوندن، که فکرم نکردن، فکرم قبیح است برای نبی، کشف است. یعنی میبینن میگن، یعنی درست اون چه میبینن میگن. اگه دقت کن تو اون کتاب تفسیر حمد امام، امام میگفتن عجیب است این مسئله. حالا اینجا ما بحث نمی کنیم چطوری پیامبر اون چه دیده است رو تونسته بگه. شما رو این فکر کنید، آدم یه چیزی ببینه بی نهایت عجیب و معنوی و بعد در الفاظی بگه که حقش ادا بشه. چون قرآن را ساده میگیری، قرآن ارائه لفظی حقایقی است که واقعا به هیچ لفظی نمیاد. خب شما یه چون بحثش شد، بله بنده حرفا منو اینجا میتونید بشنوید، این حفظ کنید برید بگوید، این پرده را ببرید برید بگوید، ولی یه چیزی که ندیدنیست، نگفتنیست، یافتنیست، چشیدنیست، حالا میخواید بگوید. تعبیر امام این بود که بر زبان انبیا گره هست، عقده هست، چطوری بگن؟ آخه عجیبه که گفتن، یه جوری گفتن که ما میتونیم دوباره منتقل بشیم. تعبیر بنده را دوباره دقت کنید، شما بخواید نخواید، ائمه و اهل البیت کشف ارتباط بین خودشون و عالم غیب رو دارن. خب حالا ما چیکار کنیم؟ ما نیاز داریم این کشف، این ارتباط بین خودمون با عالم غیب، چه مثبت که عبارت است از ارتباط ما با ملائک، چه منفی که عبارت است از ارتباط ما با شیاطین، اینا ما باید حس کنیم، کشف کنیم، تفسیر کنیم، بفهمیم. لازمه آقا. شرطش چیه؟ شرطش توجه هست، شرطش خلوت هست، شرطش از کثرات آزاد شدن است. این اصل قضیه. حالا با هم جملات ها میخونیم، خیلی جمله خوابیده است توش. این حرفم تمام. یه نکته میگم تا جمله حضرت روشن بشه. یه وقت است ما به شما میگم آقا این دینی که به فلانی داری بده. یعنی چی؟ یعنی سابقه ای بین شما و فلانی بوده است، یه دینی شما به ایشون داشتی، من به شما میگم بده. یعنی مسئله از طریق من شروع نمیشه، قبلش یه چیزی شروع شده است. جمله حضرت نگاه کنید، حضرت میفرمان که وستعد الله سبحانه الملائکه، خدا از ملائکه طلب ادای چی کرد؟ ودیعته لدیه. این خیلی نکته است. یه ودیعه‌ای بین ملائکه بود نسبت به آدم، خدا طلب کرد، گفت اون چیزی که بین شما و آدم هست رو یالید بدید، نه به من بدید، به آدم بدید. و اون چی بود؟ خودش مشخصه، سجده بود. پس سجده یک بدهکاری تکوینی ذاتی است بین ملائکه
و حضرت آدم، یا بگو آدمیت، که ما در بحث آداب و صلات چندین و چند جلسه راجع به این که آدمیت مطرح است نه آدم بحث کردیم. از اونجا مفصل فکر میکنم حدود 30 جلسه یا هم یک کمی بیشتر بحث رابطه بین آدم و شیطان و ملک رو بحث کردیم که تحت عنوان هدف حیات زمینی آدم جنگ بین ملک و شیطان بحث شده. من اینجا اساره همونها رو میگم، یعنی چیزی سعی میکنم اینجا کم نگذارم، ولی اگه عزیزان مفصل خواستن باید به اون بحثا رجوع کنم. خوب دوباره به اینجا دقت کنید، پس آدمیت آنچنان است که ملائکه بدهکارن بهشون سجده را. یک، خب آدمیت تا کی ادامه دارن؟ تا قیام قیامت. پس ملائکه هم تا قیام قیامت به آدمیت در سجدن. این جمله آخرین مال فناری است در کتاب مصباح الامس، میگه که تا قیام قیامت ملک بر آدم در سجده است. یک حادثه که نبود، برای اینکه آدمیت یک حادثه نیست. آدم به قول آیت الله جوادی حفظه الله ظاهرا از علامه است، میفرمان اگه شیطان با آدم دعواش بود پس چرا به ذریهش بعد حمله میکنه؟ پس قصه آدمیت هست. در قرآن هست که شیطان میفرماد من ذریه اینا تا یام قیامت منحرف میکنم. به فرمایش علامه طباطبایی حالا یا آیت الله جوادی میفرمان که پس جنگ بین آدمیت است و شیطان، نه جنگ بین آدم علیه السلام است و شیطان. اینم داشته باشین. پس تا قیام قیامت این سجده هست نسبت ملک و انسان آدم، و اون جنگ هم هست نسبت بین شیطان و آدم تا اینجا. ولی اونجا که من هنوز تأکید دارم این میفرماد چی را خدا از اینا طلب کرد از ملائکه؟ ودیعته لدیهم، اون ودیعه‌ای که نزد آنها گذاشته بود، و عهد وصیته الیهم، و اون عهد و وصیتی که وصیت کرده بود که اون عهد باید عمل کنیم. یعنی یک عهدی ملائکه داشتن قبل از این که سجده کنن که متعهد به سجده بودن. وقت یادتونم باشه که ملائکه حقیقتشون قراردادی نیست، مثل ما نیست که عهدمون عهد قراردادی باشیم، عهد ذاتیست. یعنی ملائکه این عهدیست که با خدا بسته است که به آدم سجده کنه. این تا اینجا. حالا شما رو اینجا فکر کنید، پس معلوم است که جهان سراسر توسط ملائکه طبق بحثای قبلی تدبیر میشه و این ملائکه ذاتن در اختیار ما و در ارتباط با ما، و ما لشگر هستی را در خدمت داریم. حالا چرا استفاده نمی کنیم؟ بحثی است که انشاءالله می جلو برد روشن میشه. بعد می فرماد که حالا که اینجور شد که و عهد وصیتهی الیهم فل از آن به سجود، که حاضر بشن به سجود، عهد کردن لهو به آدم، ول خشول تکرمتهی، و عهد کردن ودیعهی در بینشون خدا گذاشته است که ملائکه باید خشوع کنن به آدم تا آدم بزرگوار بماند. نمیدونم چقدر روش بحث بکنیم، میخواد اول آخریش را بحث بکنیم. یعنی انسان در صورتی بزرگوار میماند که ملائکه در خشوعش باشند. یعنی عکسش این میشه دیگه. پس کسی که ملائکه را نتونه به خشوع خود بکشاند، این بزرگواریش دروغیست. یعنی شاهان بزرگواریشون دروغیست،
چون تاج و تختشون را ملائکه به قبضه ندارن، یعنی به عهده ندارن. حضرت سلیمان است علیه السلام که در قبضه ملائکه است حکومتش. همه همینطوره. یعنی اگر شما کرامت را از غیر کرامن کاتبین بخواد، کرامتتون دروغه. ملائکه است که جنسشون کریم است و مکرمن. پس کسی به حقیقت مکرم میشه که ملائکه براش خشوع و خضوع کنن. چیا ملائکه براشون خشوع و خضوع کنن؟ که آدمه. اینجاست که یک بحثی باز کنیم انشاءالله روشن بشه. چون اینا سوال است همیشه، اینا عزیزان بدانن، ما گاهی چون باور نداریم امر نمی کنیم. از کلم یه با گنو روستایی دید بچه داره از اون گنبد بالای حضرت سامن الائمه می افته، گفت باستا باستا. بعد مردم آماده شدن، بعد افتاد گرفتن. اصلا گفتم آقا تو چی طوری؟ آخی خیلی کاره. گفت این همه ما حرف خدا رو شنیدیم، حالا بشنم یه بار حرف ما رو شنیدیم. این قلبی که اینا ساده نگیم، هم شما بگون واسه، شما نمیگون واسه، همون که شما که میگم واسه، میگم شخصا نمیگم، ما عموم ما خودم بیشتر، همون که میگم واسه، میگم مگه میشه واسه؟ پس بیوف، خودم دارم بهش میگم بیوف. باوردون میاد؟ یه بار بحث کردم ان شاء الله مفصلش تو یکی از سوال و پرسش های کتاب علل تزلزل تمدن غرب، اونجا مفصل بحث کردیم. من یه مثال میزنم باورتون بیاد که خیلی کار برد. شما اگر یه گرگی دنبالتون بکنه صبح زودی و امید داشته باشین که از این گرگه میتونید فرار کنید، این امید شرط است. یعنی حساب کنین تا خونتون یه کیلومتر راست، با اینکه یه جوب دو متری هم جلوی خونتونه، ولی تا میاد گرگه به شما برسته اینقدر فاصله دارد که دم خونه شما که رسید شما پرید این خونه با دروست. اینا امید دارید. حالا گرگه بذاره دنبالتون، همچی میدوید، این جوبی که روزای عادی هیچ وقت نمیتونستید ازش بپرید، ولی یه نیم متر هم اون بر میدارد، میرین تو خونه با درم بند، گرگم پشت داره. بعد حساب میکنیم این همه دو کجا بود؟ یه چیز شما رو اینقدر دو بود، تصور این که میتونید از دست این گرگه فرار کنید، اینا داشته باشید. یه کیلومتر را دارین تا خونتون، حالا دومیش هم میخوام بگم، جوبم جلوش نیست، بعد از ظهر خسته، اما میبینین که اگه یه خورده واسین یه ماشین از را میاد برد که شما را ببره، مطمئن هرچی میان برین جلو میبینین پادرنگار داره قطع میشه، نمیره جلو، بذار ماشین بیه. کی نمیره جلو؟ پا نمیره جلو؟ یا اون که پذیرفتست نره جلو؟ جناب شیخ اول اسمه خیلی مثال قوی میزنه، خیلی خدا رحمتش کنه، میگه که شما یه تخته را بذارید بین دوتا بلندی، مثلا بین یه دره یه تخته بذارید، و بعد همین تخته را رو زمین صاف بذارید. بعد میگه اگه شما روی این تخته که رو زمین صاف است، فقط به شما میگن فقط از این روی این تخته برو، این ور و اون ور نیفتی، میگه به احتمال 99% حتما میری و نمیفتی. ولی اگه همین تخته را بین دوتا کوه بلند بذارن یه دره عمیق، 50% احتمال افتادنت هست. حالا چرا؟ چراش مهمه؟ میگه روی این زمین صاف که تخته رو میذارن، تصور دینست که نکنه بیفتم، میگه خب افتادنم که چیزی نیست. پس خیال قوی افتادن در درون ذهن شما وارد نمیشه که حکم براند بر اعصاب و ماهیچای شما، اما میای روی تخته که گذاشتن کجا؟ اینا مفصل رو بحث تکنولوژی بحث کردم، معتقدم تکنولوژی آدم رو از خودش میستاند، بحث بی تند است اونجا. همین تخته را میذاریم، گفتیم رو چی؟ بین یه دره. آقا وسط دره، میگوی نکنه بیفتن، خواله اگه افتادم چی میشه؟ داغون میشن. بعد خب چی طوری میفتم؟ چی پام سوس میشه و میفتم،
خب اینجوری میفتم دیگه. و بعد خیال افتادن امر میکنه به ماهیچه که خب اگه بیفتی باید پات شل بشه که بیفتی. خب چرا ماهیچه پات شل نمیشه میفتی؟ من مفصلش نمیخوام اینجا عرض کنم، به قول خود فیلسوفا میگن فاعل بالعنایه، یعنی خیال افتادن ایجاد افتادن میکنه. دوباره دقت کنید، چون تصور افتادن در وسط دره خیلی وحشتناکه، تصور افتادن حکومت میکنه بر ماهیچه ها که چرا معطلی بیفت. و ماهیچه ها نگفت 100%، گفت انسان ها در این شرایط بیشتر ماهیچه هاشون بهشون حکومت میکنه. خب حالا اینجا عرضم رو دارم، گاهی باورها عمده ارزم نیست که باورهامون رو اگه درست بشناسیم ما نمیتونیم دستور بدیم. ما واقعا نمیپذیریم که به ملک بگیم ای ملکی که من بهت ایمان دارم آقا بزن تو سر این شیطون بره. گم نمیشه که، ما نیستیم که تو سر شیطون میزنیم، ما نمیتونیم، ملکی که تو سر شیطان میزنه. ما میتونیم شرایطمون را طوری فراهم کنیم که شیطان بیاید یا ملک بیاید. به اصطلاح فیلسوفان ما فقط علت مؤدیم. این جملات منو مفصل تو ذهن بسپارید، چون گاهی خیلی سوالا کوکو سوال با این مقدمات حل میشه. عزیزان بعض موقع فکر میکنن مسائلشون اصلا لاینحل است، فکر میکنن گاهی دوستان بدن مثلا میگن آقا این ما ناامیدیم که این مسئله را جواب بگیری. خب راستم میگه، چون مقدمات براش حل نیست. خب این سوال اگه نه اینجور که نیست که وقتی شما متوجه بشید آقا که نقش شما در ارتباط با ملک و شیطان چه نقشیست، نه آنچنان است که شما شیطان را بتونید به راحتی جلوش را بگیرید، هیچ خبری نیست، نه آنچنان است که شما گرفتار شیطان باشید، اینم نیست. شما علت مؤده اید. علت مؤده یعنی چه؟ یعنی شما شرایط حاکمیت ملک یا حاکمیت شیطان را میتونید در خودتون ایجاد کنید. وقتی شیطان اومد که دیگه شما نبودید که شیطان را آوردید، شما آماده شدید، شیطان اومد دیگه که نمیره، شما را میچرخونه، عقل ما را در اختیار میگه. روایت ها را داریم دیگه، روایت داریم که تخ میگذره، عقل در اختیار میگیره. یعنی عقل این سیاست مدارا عقلشون در اختیار شیطان از سیاست مدارای جهانی، ملک هم همینطور. پس دوباره مقدمه ما دقت کنی، مقدمه این بود که ما ذهنمون و روحمون رو ظریف کنیم تا ارتباطات بین خودمون و عالم غیب رو حس کنیم. من برعکس اون جلسات از طرف منفیش میخوام یه مقداری اینجا بحث کنم، یعنی حضور شیطان را. التفاتم بفرماد هیچ شیطان نگران نیست که ما این بحثا رو بکنیم، چون با این بحثا هیچ وقت شیطان بیرون نمیره از بین من و شما. فقط اینا مقدمه است که اگر واقعا بخواهیم دست به دامن پروردگارمون بشیم، خداوند به کمک جنودش یعنی ملائکه به ما مدد برسوند، به مرور آرام آرام شیطان را بشناسیم، تازه وسوسه هاشا بعد که شناختیم یواش یواش براش نقشه بکشیم. ما یه محض بدیهی را میکنیم که همتون قبول دارین اگه به ناس یه جا تر بشه باید آب باشه، پس اگه تر نیست آب نیست. به قول معروف دیگه که بدیهیست که علت ضرورت بین علت و معلول بهش میگن. تو اینجا درست شد؟ تا نیم ساعت پیش این فکر تو ذهن شما نبود که فلان آدم بدیهست. از کجا اومد؟ اگه علت شما علت که بود باید معلول باشه. دقت کن، خدا رحمت کنه، فکر کنم شیخ شبستری این بحث میکنه، ذهنمونه بحث مال عرفاست، حالا هر که اول کرده است خدا رحمتش. خوب بگید خیلی آسست ناخون بزنی. ایشون میگه آقا آدم بیخته بشین فکر کن، اگر علت این وسوسه تویی، تو که همون توی قبلی، پس علت که در صحنه باشه باید معلول در صحنه باشه.
پس تمام وسوسه هایی که از روز اول عمرمون تا آخر عمرمون در ما ظاهر میشه باید از اول باشه، چون ما اگه ما علتشیم علت موجود است در صحنه، پس باید معلول باشه. ببینید برهان دیگه به این راحتی نتیجه خیلی خوبی میگیره، میگه پس علت وسوسه ها ما نیست. نمیخواد بگه علت معدل ما نیست، ما میگه ایجاد وسوسه ها توسط ما نیست. شما اینا ساده نگیرید. من چندین سالی مسئله را ساده میگرفتم و خیلی هم اشتباه کردم. چندین سال فکر میکردم این چیزی نیست، فکر کردم این چیزی نیست که من رو وسوسه ها چیز بشم. خب خودتون میدونید دیگه، شما یکی از هنراتون نیست که اول متوجه باشید این وسوسه ها کجا بوده است، چرا اومد. زحمت داره دا دو سه سال انشاءالله، بعد از دو سه سال خدا کمکتون میکنه. دیدین مثلا یه مرتبه حساس میشید به یه جریانی، حساس میشید این اومدش. قبلش چطوری؟ اصلا قبلش خودمون با شیطان متحدیم. آقا نگوین من نیستم، این دیگه شیطان شیطان است. به قول مولوی میگه در همان دم سخره یه دیلی بود. میگه اگه کسی منکر شیطان است، همون وقت خودش مسخره یا تسخیر در شیطان است که منکر شیطان است. میگه اون که منکر، پس این که انشاءالله قدم بزنین آهسته آهسته به جایی میرسید که متوجه اومدش. اولش اینجور نیست آقا، اولش میاد فکر کنی فکر خودمونه. میگم دیدین گاهی مثلا یه فکر داریم میکنیم که چی؟ این فلانی حتما برای من میخواد بره پیش فلانی بزنید، من هم میرم براش میزنم. بعدش هم اینا که بگم این مسئله رو میگم، اون مسئله هم که به نانیس بگم میگم، بعد هم میرید میکنید چی اینا رو چما ایجاد کرد. یعنی بکنی خودتونی اینقدر در قبضه وسوسه شیطانیم که اصلا متوجه نیستیم بابا اینا کجا بود که اومد، چرا من نیم ساعت دیگه این فکر رو نداشت، نیم ساعت پیش نداشتم این فکر را، اومد و حکومت هم کرد و رفت و از طریق افعال من کار خودش کرد، ریخ به هم شهر را، ریخ به هم طایفه را، ریخ به هم رفاقت ها را. خدا باید خیلی کمکتون بکنه. اولش پس عرض کردیم که اینجور نیست آقا، اولش هیچ کس متوجه نمیشه که اینا وسوسه است. چرا؟ چون خلق الانسان ضعیفا، انسان اول بر اساس طبع آفریده شده است. یعنی طبع درست فطرت داره اما شروعش طبع است. هر کس که طبع ندارد که اصلا آدم نیست، ملکه. خب یه قدم که میان جلو به کمک دین کشف ارتباط بین خودتون و وسوسه ها، یا بگو ارتباطات منفی دونه یواش یواش میشناسید. خودتون میدونید شما یه مرتبه بعد از یه مدتی حساس 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 میبینید که ا اومدش. این اولین سلوک بسیار خوب است، میبینید ا اومدش، پدر سوخته اومدش. اما اینجور نیست که برده ها. اینقدر از کدوم طریقه میاد؟ از اون طریق که ما علاقه مندیم. اون خیلی به قول فرمایشات آیت الله جوادی 6000 سال عبادت، تازه معلوم نیست عبادت زمینی تا آسمانی. خب یه روانکاوی که 6000 سال با ملائکه در آسمان عبادت کرده، اینا میشه به این راحتی از دستش در رفت؟ چون میفهمند شیطان یک روانکاویست با 6000 سال عبادت. شما میدونید که عبادت یک کار عجیبی با آدم میکنه، عبادت عارف میکنه آدمو. عرفا میدونید که روانکاوای واقع عرفا، حالا عارفا که خیلی خیلی عارف بشن در حدش پهلو به پهلوی ملک زدن 6000 سال میرستن. پس شیطان از همه عرفای دقیق ادب در شناختن ریزکاری‌های قلب من شما بارتر است. میگه شما میرین پیش یه شیخ بزرگ، اگه گیرتون بیا که ما که گیرمون نیامده است، که بهش بگو آقا قلب من را زوایاش را ببین، یه دستوری مناسب قلب من بده.
چقدر این باید زحمت کشیده باشه که از خودش در اومده باشه، آزاد شده باشه، متن قلب شما رو کشف کنه. چند سال باید زحمت کشیده باشه؟ بگو 100 سال عبادت کرده باشه. حالا شیطان چند سال عبادت کرده؟ 6000 سال با ملائکه. شیطان که ملک نبوده، زمینی بوده، خاک ببخشید آتش بوده. حالا این چقدر زحمت کشیده است که شده است در پهلوی به پهلوی ملائکه، یعنی از همه عرفای عالم از نظر کند و کاو روانی و سینه خواندن وارد تر است. حالا ببین با چه دشمنی رو بریم. قسمم خورده است. خوبیش نیست که یه خدای زورمندی داری، مگه نه که با شیطون نمیشه؟ نمیشه آقای، عجب جای گیر کردی. یارو گفت چی؟ یکی از عرفاست میگه خدایا دست درد نکنه. اگه این شیطون نبود ما چی کار میکردیم؟ دست تو درد نکنه با این شیطون. حالا چون رو معیوسه دون نکنم، اگر این هی وسوسه نمیکرد و من به تو متوسل نمیشدم، کی میتونستم نجات پیدا کنم از این وسوسه هاش؟ فربهی بینست که اون هی وسوسه کنه و من در برم. اگه اون وسوسه نکنه منم در نرم، چه کشتیه؟ کشتی نگرفتیم که پهلوانا معلوم بشن. پس تا اینجا خوب دقت کنید، شیطان گرایش های دقیق ما را میدونه. بحث دوم هم بودا، از بحث خارج نشید. بحث اول بود که اصلا ما نمیفهمیم شیطان اومد. بحث دوم میفهمیم شیطان میاد، ولی میپسندیم. آقا چرا؟ چون اون روانکاوه، اون میدونه من چه چیزی برام مهمه. از همون طریق میاد میگه خب دیگه حداقل این دیگه، خب آقا این چرخه ده که میخواستی نوارش کنی دیگه، از این آسان‌تر؟ خب همم دلشون مثلا یه جوون یا زاگ میخواد چرخش رو نوار کنه، خب از کجا میخوای نوار بخری؟ راستی از کجا بخریم نوار؟ مگه شما دلتون نمیخواد چرخه دونه نوار کنید؟ حالا از کجا نوار بخریم؟ خب مهمه براتون دیگه، یه جای نوار بخریم که هم ارزون بدن نوار. خب شروع شد، نماز تمام شد، نوارم خریده نشد. مثال میزنم، هر یعنی دلمون میاد که اون چه که شیطون میگه دنبال کنیم. میفهمیم شیطان است گاهی، دلمون میاد دنبال کنیم، بعدمون نمیاد، همون چیزی را میگه که ما میخوایم بگه. اما حالا کجا اون میگه؟ جایی که حافظو در دستورات خودتون هست، صلوات صلاتاتون رو حفظ کنید. چرا؟ چون معلوم است که شیطان توست نمازا خیلی براش مهمه، چون نماز از آدم بگیره تقریبا همه سه گرفته است. این مرحله دوم. مرحله سوم، من نمیخوام بحث اخلاقی قضیه رو بکنم، میخوام بگم این حس فهم شیطان را داشته باشین تا، چون بحث اخلاقی قضیه خیلی بحث سنگین و عالی است. میخوام عرض کنم ببینین این ورود و خروج ها را میتونید حس کنین، عیناً برای ملک هم همینطور است. حالا همینجا که عرض کردم دومیشو ببینید، ملک شیطان اومد نوار کجا میخوایی بخری که کلا سرت نره خوبم باشه، سریعا اینجا خدا شما را دست شیطان نمیده، ملک میاد که آقا نماز داری میخونی، نوار را بعد بخر. اولش ممکن است که زور شیطانم زیاد باشه، اما نماز که تمام شد ملک دوباره میاد که مرد حسابی درست شد نماز دست دادی. دوباره نماز بعد که شیطان میاد که خب آدم حسابی، حالا کنکور رو قبول بشی، رشته میخوای بیاری، همون را که میخوای، ملک اینجا زودتر دوباره خودش میزه که آقا این مال بعد نمازه با یه جنگی پیش میاد که خب راست میگه مال بعد نمازه است، یا کنه عبود و یا کنه است، این دوباره میاد که خب حالا نماز دم خوندی، اگه کنکور قبول نشی که بدبخت میشی. دوباره شیطون میگیره، دوباره ملک میاد که بابا جون حالا کنکور قبولم که شدی بازم بدبخت میشه اگه خدا نداشته باشی. خیلی دوباره ملک میاد که سر عقل میاره آدم. اینا بدونین همیشه این قاعده دون باشه، چون مفصلش نمیخوام بحث کنم. هر وقت سخن انبیا به قلبتون وارد شد، بدونین مال ملک است. هر وقت نفی سخن انبیا بود، مال شیطانه، چون انبیا شیطانشون رو تسلیم کردن.
یعنی در واقع میتونیم بگم که اصلا از شیطان اونجا وارد نمیتونه بشه. در مقاله روایت داریم، یعنی عذر میخوام، صریح آیه قرآن است که اصلا بسته میشه شیاطین برای اینکه وحی به ما برسد. شیاطین نمیتونن دخالتش بکنن. دوباره شیطان میاد که چی؟ آقا بدبخت میشی، تو سر دیگه سر نمیتونی به جنبونی. دوباره ملک میاد که آقا بدبخت شدن به این است که آدم خدا نداشته باشه. دوباره شیطان میاد که خیلی خوب هم خدا رو داشته باشیم هم دنیا رو داشته باشیم. دوباره ملک میاد که بابا خدا تضمین کرده است دنیا ده اگه مؤمن باشی. دوباره شیطان میاد که آقا اینا رو نشنو، یا اینا میخواد تو رو بدبخت کنن، کیم جهنمی کو بهشتی کو. دوباره ملک میاد که آقا به قلبت رجوع کن. آقا این جنگ 60 سال 50 سال ادامه ده، بهترین قسمت زندگی هم این جنگ. در طریق جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. خیلی شعر خوبیه، خدا رحمت کنه مولانا. میگه تو از جنگ نه هراس، این شادیه، از این خوشحال باش که تو از طریق نور دین دائم نشکستش میدی. خب دوباره عرضم و التفات داشتیم. پس دوباره میبینیم که دفعه یعنی مرحله سوم اینجوریست که شیطان میاد، میفهمیم اومد، چون محبت الهی به لطف خدا به قلبت افتاده است، اینجا میتونی زود ازش بکنی، طول میکشه وا، یه را میاد دو را میاد، همون خناس که میگن دیگه، اینا که بلدیم دیگه، یعنی از در بیرونش کنی، از پنجره میاد، اینا اصلا هم مایوس نشده. بناس این جنگ ادامه داشته باشه، بنا این نیست که این جنگ تمام بشه، این که دوباره مایوس بشی که دوباره من نماز خوندم و شیطان اومد. بنا نیست این جنگ تمام بشه، بناست این جنگ شکست خورده نداشته باشه، بناست که شما آخر نماز دوباره یا داری ذکر را، یعنی برگشتی لااقل اون تکبیرات ثلاثه که داری میگی دوباره داری میگی واقعا الله اکبر، یا نه نماز تمام شد خوشحال نیستی که دنبال شیطانی، قصده که دنبال شیطانی. پس جنگ بازم مغلوبه شیطان، یعنی شیطان غالب نشد. یعنی این که میبینین مومن نباید تو این فکر بره که این شیطان را باید ببندن، برای همینه. و اینم باز شما بدونی، این عرض که میخوام بکنم از اساتید خیلی خوبم دارم عرض میکنم، خوب به این جمله دقت کنین. میفرمودن که درک وا شد که فقط ملک نمیاد، شیطان هم میاد. منظورشون چیه؟ گاهی اصلا ما دری وا نکردی، فکر راجع به ملک میکنی، فکر راجع به شیطان، ولی یه وقت در وا میشه، یعنی واقعا دیدی قلب با نور معنوی میگیرد. خب از اون برم حالا که ملک میاد و بال میگشاید، شیطان هم میاد شاخ میزنه. شما گاهی مایوس نشین که میبینید، حالا فردون پیش نمیاد بعدم پیش میاد، اصلا مایوس نشین، یومین همچی شیطون در قبضتون گرفته است، چه قشنگ انگار تسلیمش دارید میشه. بدونید این شیطان، شیطان 10 سال پیش نیست، شیطان 10 سال پیش فکر میداد، فکر غلط به شما میداد، شیطان حالا حالت قلبی به شما میده، قلب دونه میگیره، یک وحشت بیچاره میکنه آدم را. همینطور که ملک میاد عشق میده، شما گاهی مثلا نه یه حال معنوی بهتون دست دروا شده، از تعبیر استادم که عرض میکنم، حالا با این مقدمات روشن میشه. ببینید گاهی ارتباط با عالم غیب قلبی شده است، بعد از یه مدتی، حالا که قلبی شده است، ارتباط با ملک قلبی شده است، ارتباط با شیطان هم قلبی شده است، هر دوش قلبی شده است. اون وقت شیطانی که ارتباطش با ما قلبشه دیگه پدر در میاره. خب باشه در بیاره، از اونم خب ملکم ارتباطش قلبی شده است. این که من اینو عرض میکنم چون بعضی از عزیزان یهو معیوس شدن، واش بعد از این همه زحمت حالا چه وسوسه هایی به جون ما میفته که اصلا نبود. به قول یکی از دوستان میگه پس من کافر کافر شدم. خب الان نشونه اینه که پس در وا شده است. همینطور که شیطان قبلا که شیطان جور نمیتونست،
نمیتونست بیاد شبهه ای کنه که قلبت کافر بشه، فوقش عقلت کافر میشد، با عقل ایمانی جوابش میدادی، حالا قلبت کافر میشه. یهو میبینی اصلا به کل قلبم خلاص، نه پیغمبری، نه. خب از اون طرف هم که عرض کردم بارها، عنصر صبر در بلا، میگه این بلا نیست، بل کفر، میگه اینو بلا نیست، بدترین بلاست. یه ذره صبر میکنی میبینی نه خوب شد، هیچ هم نمیخواد، هیچ کاری هم نمیخواد کنی، نمیخوادم شیوم بکشی. یخت که عرض کردم بحثامون بحثایی است که یه حالت خود استادی میاره، خودتون میدونی. بعد یه خورده صبر میکنی، این پریشانی یا پشیمانی یا جیغ و داد اینا نمیخواد. یکی از این آقایون یه همچه حالت بدی بهش دست داده بود، خب شیطانم سر به سرش بذاره دیگه، خب یه حرفای زده بود که خب بقیه رو مایوس کرده، نباید این کارو بکن. حالا این تو پرانتز بود، اصل قضیه بمونه. مرحله سوم پس چی شد؟ این که میاد میفهمیم، من اینا رو باید زحمت آقا بکشیم. ائمه ما وقتی دارن توجه ما رو به اینا میندازن، میخوان ما ببینیم. میاد میفهمیم، هم میاد، ولی به لطف خدا میتونیم که تا آخر دنبالش نریم بکنیم. چرا؟ چون از اون طرف ملک به ما کمک کرده است، زیبایی بندگی غلبه کرده است بر همه چی. شرط این که شما بتونید از این شیرینی شیطان آزاد بشین، فقط یه چیز دست دومی نداره، فقط و فقط یه چیز، بتونین به مرور بندگی را برای خودتون شیرین کنی. دست شما هم نیستا، کیا بنده وحدن خوندیم؟ فقط ملائکه دیگه سجودن. پس اگر انشاءالله با تمرین بتونیم ملائکه‌ای که عین سجودن یا عین رکوعن را با توجه ارتباط باشون پیدا کنیم، در یک کلمه بندگی برامون شیرین بشه، چقدر شیرین میشه؟ کار میبره. خب 40 سال که اگه بنا بود ما زود تموم بشیم که 40 سال 50 سال 70 سال عمرمون نمیدادن، 40 سال 30 سال طول میکشه، یواش یواش بندگی شیرین میشه. خب یواش یواش هم شیطان ابزارش ضعیف میشه. خب ما همینو میخوان. به اسلام میگن اصول کلی بندگی را بشناسیم، بعد ریزکاری دستورات دین تو این اصول جاش پیدا میشه. ما خیلی دستورات داریم که بر اساس اینها به ما دادن، چون اونا میدونن که ما 40 سال باید با این شیطان بجنگیم. این ریزکاریایی که به ما میگن گاهی التفات بفرمایید، کار ازش میاد. بگذاریم. خب این مسئله خب برای ملک هست به طرف مثبتش. خب ملک آقا وقت زیبایی قضیه هم اینست، اینا دلم میخواد ما این که خسته شدید این جمله ما گوش بدید که بحثمون اینا میخواد توش. یادتون باشه کدوم اصالتن در خدمت ما؟ ملک. پس ما نباید مایوس باشیم با این حیله های شیطان. ببینید ملکی که به اذن خدا بنای ذاتیش اینست که در سجده ما باشه، در اختیار ما باشه، فرمود خشوع والخشوع. برای پس معلومه که اصالتاً ملک در اختیار ماست. پس یعنی لشگرهای واقعی که ما داری ملک است. دشمنی که ذاتی نیست، بنا نبوده با ما دشمنی بکنه، عصیان کرده است برای بدبختی خودش، بدبختیشه به ما میزنه، که جلسه بعد عرض میکنم که چطوری شیطان میتونه این کارو بکنه. این جلسه گفت از نظر خودمون گفتی، از نظر شیطان هم یه بحث دیگه است که شیطان این هنر از کجا آورده است. ما از نظر خودمون این ضعف رو داریم که باید بیدار باشیم و جبران کنیم. پس وقتی میگه که ملائکه به ذات تعهد کردن که در مقابل انسان سجود کنند، یعنی تمام ملائکه لشکر ماست، ما باید بتوانیم ازشون بخوان، ما بتوانیم بهشون دستور بدیم. خیلی حرفه. ما دوتا کار میتونیم بکنیم. ما میتوانیم به شیطان بگیم برو، به ملک بگون بیا. چقدر وقت؟ خیلی زحمت داره. خب باشه، ولی میگه کم کاره.
مگه کم نتیجه داره؟ مگه روز قیامت خداوند به شیطان در واقع دنیا میگه اونجا پیدا میشه، خداوند میفرماد انک رجیم، تو دوری از رحمت. خب بندهی که مدد الهی نصیبش باشه به مرور میتونه بگه شیطان برو. حالا رو اونا دیگه انشاءالله بعد بحث کنیم که آقا چه قلبی، چه صفایی، چه شیفتگی. ما فقط حسرتش هم میخوریم، قلبی که شیطان رو بشه گفت بهش برو. شما خودتون دیدین این گاهی که یه عشقی میریزید یه حال خوشی بدون دست میده چیه؟ شیطان سوسوش کم کرده. در روایت داریم اگر که شیطان از قلب شما میرفت شما ملکوت آسمان و زمین را میدیدید. خب وقت میخوام نتیجه بگیرم، ببینیم چه کار پربرکتیست که ما بتونیم به مرور شیطان را یک بشناسیم، بفهمیم داره میاد، بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم، به مدد ملک و توجه به ملک و انصراف از شیطان آزاد بشیم از دستش. چقدر یخت راسته یه خوردم که آزاد بشیم، راسته یه خورده به نور نزدیک میشیم. شما گاهی بدانید حال این مؤمنی یه حالیست، حال مؤمنی که گفتنی نیست. من بارها به از نظر که گاهی بنده حسرت حال این آقا را میخورم، نه حسرت سوادشا. این حال با چی به دست آورده است؟ با 30 سال شیطان را رونه کردن و ملک را دعوت کردن. در یک کلمه با 30 سال توجه. چی آقا؟ توجه. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت سلام الله علیهم، معرفت و معارف قرآنی و محبت اهل البیت رو در جان ما بیش از پیش شعله بر بگرد. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.